آقای چمنه رو از ماجرای دستگیری و اخراج از دانشگاه و بعد از اون از خروج از ایرانتون به ما بگید، چه اتفاقی افتاد؟ ماجرای دستگیری، بازداشت من و اخراج یک داستان دراز داره. اونم برمیگرده به همون روزای اولی که من به دانشگاه کردستان رفتم برای به عنوان اولین استاد رشته زبان و ادبیات کردی. طبعا دانشگاه خیلی متمایل بود، خیلی استقبال کردن. در عین استقبال دانشگاه فوری نهادهای امنیتی سر و کلهشون پیدا شد و شروع کردن به خط و نشون کشیدن که اینها نباید اینجوری، نباید باشه فلان کسی کارو، نباید ببینی، باید کجا هم نیدید، این حرفا. و خب من تو فضای خارج از ایران درس خونده بودم، چند ساله بود که در واقع در فضای دموکراتیک زندگی کرده بودم، سوالام واسه بلند میپرسیدم، نقد میکردم و خب هیچ وقت نه در کلاس نه در منشم هیچ وقت ایدولوژیک برخورد نکردم. آزادی بیان در اون چیز در حدی که آکادمیا میپذیره رو من همیشه سعی کردم که بنا یه الگو اونجا هم اجرا بکنم، ولی خب به همون اوایل ما به مشکل برخوردیم، یعنی سر اینکه چجوری مینویسید، چی رو تدریس میکنید، و سر مسئله در واقع دو تا مسئله، یکی مسئله سرفصل های رشته زبان و ادبیات کردی خیلی به ما فشار اومد و امنیتی کردن، و دوم سر مسئله کارشناسی ارشد ما که در واقع هنوز که هنوز باز کارشناسی ارشد رو نداریم. طبعا بچه ها نمیتونن ادامه بدن و خب این عقیم نگه میداره وضعیت رشته زبان و ادبیات کردی رو. و بعد از اون دیگه کم کم این که من پست گرفتم، شدم رئیس انستیتوی مطالعاتی کردستان یا در واقع پژوهشکده کردستان شناسی، که عملا دیگه شاخ تو شاخ اونجا بیشتر معلوم شد، یعنی که فشار جدی وجود داشت سر اینکه نباید خیلی کارا رو بکنید، افرادی نباید دعوت بکنید و باید بر اساس اون چیزهایی که ما میگیم باشه، مهمون حق ندارید دعوت بکنید، همه چی در واقع در محدودیت این ها بود. با اینکه یعنی تو این دوره ای که 24 ماه من رئیس پژوهش کرده بودم، 23 ماهش سرپرست بودم، یعنی حتی حکم من رو تا ماه آخر اصلا ندادم که رئیس اون مجموعه بشم. خب و من هم طبعا مسیر خودم رو میرفتم. و بعد از این جریانات اخیر در مسئله اعتراضات ژینا، فضای دانشگاهی ایران به شکل عمومی خب تکون خورد، یعنی اینکه دانشجوها در وهله اول و بعدش استادان در حمایت از دانشجوها و در حمایت از اون چیزی که بهش میگیم مردم و خودمون هم جزئی از این هستیم، شروع کردن به صدور بیانیه هایی، دخالت در و آرام نگه داشتن، ولی در راستای به قول معروف اعتراض. چیزی که ما در دانشگاه کردستان فوری تشخیص دادیم و به عین دیدیم و در جلسات هم باهاش روبرو شدیم این بود که به شکل سیستماتیک گروهی که وابسته به در واقع نهادهای امنیتی بودن، فضای اعتراضی رو به اغتشاش میکشوندن، یعنی درگیری ایجاد میکردن یا جای رو میسوزوندن یا یک کار رو انجام میدادن که بهونه بشه که نهادهای امنیتی به دانشگاه بتونن ورود پیدا بکنن یا بتونن بزنن. و ما این رو فهمیده بودیم و فشار آوردیم به دانشگاه و خواستیم که اداره حراست که خودش همدستی میکرد، اداره حراست بره فقط درهای ورودی رو بگیره به خود خودشون و مابقی دانشگاه رو به ما بسپارن، استادان و دانشجویان که بتونن که اعتراض منطقی بکنن، نقد کنن، مثلا مدیران ارشد استانی رو بیارن پای کار و بپرسند و اگه نمیتونن جواب بدن مثلا ازشون استعفا بگیریم، ازشون بخوایم که همراهی بکنن با ملت، و اگر نه خشونت میخوان که طبعا اون دیگه
دست ما و دست خودشون هم نخواهد. خب به نظرم ما چون یه موفقیت اینجا کسب کردیم، اینکه فضا رو از اون حالت اغتشاشی که اونها میخواستن و اون افرادی که اونها میخواستن خالی کردیم و فضا رو به شکل گفتگویی در آوردیم، یک، و دو، بیانیه جدی دادیم و استادان اومدن تحسن کردن در دانشگاه. خب اینها تصورشون بود که با این وضع دیگه نمیتونن مقاومت بکنن، در نتیجه شروع کردن ما رو بازداشت کردن. به نظرم من اولین عضو هیئت علمی کل کشور بودم که بازداشت شدم رسما، ولی موقعی که بازداشت شدم خب فقر قانونی، متاسفانه فقر شفافیت و خب همه کارگی نهادهای امنیتی، هم اطلاعات وزارت اطلاعات، هم سپاه، و خب تغییر جایگاه ها ما به عین دیدیم. یعنی مثلا بین قاضی و ضابط جاها عوض شد، یعنی بعد قاضی بگه یه نفر رو بازداشت کنین، یه حکم بده که بازداشت بشه، ولی اینا بازداشت میکنن بعد به قاضی میگفتن حالا براش بنویس. جریان ما هم این شکلی بود، یعنی یه لیست 50 خورده نفره داده بودن که اسم 4 نفر از استادان دانشگاه کردستان توش بود، ولی اولیش من بودم. حالا 2 نفر قبل از من رو بازداشت کردن در حد 24 ساعت که ما تحصن کردیم، ایشون رو آزاد کردن، ولی دیگه منو که بازداشت کردن 10 تا 12 روزی در بازداشت بودم، نه وکیل داشتم، نه حکم جلب به من نشون دادن، نه در 2 3 روز اول اصلا، حتی با اینکه روزی 10 ساعت من بازجویی می شدم اصلا تفهیم اتهام هم نشدم. و خب روزهای اول و دوم بازجویی در مورد دانشگاه بود، ولی بعد از اینکه اخبار بازداشت من از طریق رسانه‌های جمعی منتشر شده بود، اینها مسئله رو کلا پیچوندن به فضاهای دیگه ای، بردن که 2 تابعیتی هستی، و اون موقع هم بحث اعتراضات برلین خیلی داغ بود. اینها اومدن در واقع بهونه کردن 2 تابعیتی بودن من و این که من شهروندی آلمان رو دارم، از این استفاده بکنن علیه، یعنی به عنوان یک کارت سیاسی استفاده بکنن، و به هر حال انگ جاسوسی زدن به من که با دول متخاصم همکاری داشته، در صورتی که دول متخاصم، من که داشتم چون میدونستم گفتم که دول متخاصم باید مجلس از قبل اعلام کرده باشه، بعد قوه قضاییه هم اینو تایید کرده باشه، مردم بدونن دول متخاصم چیه. بعد شما نمیشه هر کیو هر زمان بخواید به هر انگی که میخواید حکم بزنید یا مثلا متهم بکنید. این بود که دیگه میرسیدیم به 16 آذر و اعتراضاتش، که از ترس این که وضعیت کردستان بدتر بشه ما رو آوردن بیرون، ولی به قول معروف در یه سناریو از پیش تعیین شده که در آن مستقیم از بازداشتگاه از سلول بردن پیش دادستان کردستان، و رئیس دانشگاه هم اونجا بود، و مثلا به عنوان که رئیس دانشگاه ریشگیر او گذاشته و بزرگان مثلا خواستن ما رو آزاد بکنن به شرط اینکه من دیگه در راستای منویات رهبری و اینها بمونم و به قول معروف کمک به اصلاح بکنم و از این حوزه‌ای که من بهش میگفتم اعتراض و اونا بهش میگفتن اغتشاش بیام بیرون. و خب یه مدتی به این شکل گذشت، و بعد از اون که به حال به هر شکل چندین بار جلسات دادگاه و پیگیری و اینها، آخرش دادگاه حکم به این داد که حالا قبلش گفتن که بحث عفو رهبری بود به من تعلق نمی گرفت، ولی بعدن که مدرکی از طریق نهادهای امنیتی ارائه نشد دادگاه تبرئه اعلام کرد. ولی همزمان که دادگاه تبرئه کرده، وزارت اطلاعات نامه مستقیم داده به دانشگاه که صلاحیت تدریس در دانشگاه رو نداریش. یعنی در واقع دانشگاه بین قوه قضاییه که قاضی و وزارت اطلاعات که ضابط های همون هستن، مجبور شده تن بده به خواست وزارت اطلاعات و حکم منو دیگه تمدید نکردند، حقوقم رو قطع کردند و یک منزل مسکونی که داشتم رو تقاضا کردن تخلیه بکنن.
اولا به هر حال فرصتی که پیش اومد و یه فضایی بود که میتونستم از کشور خارج بشم، خارج شدم و برگشتم به آلمان. به عنوان فعالی که تازه از ایران خارج شدین و تجربه کار آکادمیک دارین، دیدگاهتون مثلا خیلی دست اول و بدون واسطه است از وضعیتی که الان در جریان در ایران. چقدر به نظر شما زبان و ادبیات و فرهنگ کردی توسط جمهوری اسلامی حمایت و محدود میشه و دلیلش چیه؟ بله، بحث حمایت و محدودیت تو بحث مجزا هستند. جمهوری اسلامی بر اساس چیزی که نهادهای امنیتی بیشتر میگن، به قول خودشون مظلوم واقع شده. میگن که ما هر کاری میکنیم به چشم نمیاد، ما برای این کشور زحمت میکشیم، ولی به هر حال غرب و جاسوس ها و افرادی که نمیتونن این رو ببینن در حق این سفره‌ای که پهن شده و انقلاب پهن کرده براشون و بی‌منت میان نمکدون رو میشکنن و در واقع انقلاب مظلوم. ولی حالا فارغ از مسائلی که اونجا طرح میشه یا هو بغض هایی که وجود داره، من میخوام بگم که حمایت به چه معنیه و محدودیت به چه معنی. ببینیم، موقعی که بحث از حمایت میکنیم یعنی اینکه رشته ای یا مثلا یک پدیده فرهنگی مثل زبان ساختار مشخصی ازش حمایت بکنه، دستگاه آموزش داشته باشه، دستگاه پژوهش داشته باشه، دستگاه چاپ و انتشار داشته باشه، رسانه های جمعی پشتش باشن، بعد دستگاه های متولی حفظ داشته باشه و شغل رسمی به اون زبان وجود داشته باشه و شدتون که برای چاپ و انتشار به اون زبان به قول معروف پشتوانه هایی، سوبسید هایی در نظر گرفته بشه. شما به زبان فارسی در ایران اگر نگاه بکنید، منهای اینکه زبان رسمی ما از همون مهد کودک یاد میگیریم، میریم مدرسه و دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه، کل سیستم اداری کشور که به زبان فارسیه. سوبسید کتاب برای چاپ کتاب وجود داره. تلویزیون، تمام این کانالهایی که داریم فارسی هن. و هر شدتون که شرط استخدام در اکثر سازمان ها طبعا گفتگو یا در واقع مهارت های زبان فارسی هست. منهای این و منهای منابع خیلی بزرگی که از منظر اقتصادی، نیروی انسانی و مادی معنوی به شکل کلی در اختیار این زبان هست، شما میبینید نهادهای دیگه مثلا مثل بنیاد سعدی، فرهنگستان زبان ادبیات فارسی و دهها در واقع مؤسسه و نهاد و ارگان دیگه دارن به این زبان خدمت میکنن که زبان اول و زبان رسمی و محترم در کشور. منم همین احترام رو دارم برای زبان فارسی. ولی موقعی که میگیم حمایت از زبان کردی، باید ببینیم در کنار این در واقع خدمتی که به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در ایران میشه، چه حمایتی از زبان کردی شده، چه سوبسیدی به چاپ کتاب به زبان کردی داده شده تا حالا، چه نهادی برای حفظ زبان کردی ایجاد شده، چه فرهنگستانی داریم، کدوم مدرسه یه زبان کردی داریم، کدوم آموزش به زبان کردی داریم. متاسفانه از منظر ساختاری موقع نگاه میکنیم، از اون چند بندی که عرض کردم که شامل حال زبان فارسی میشه، هیچ کدومش برای زبان فارسی کردی ما نمیبینیم. اصالتا وجوه رسمی، یعنی زبان کردی از وجوه رسمی کاملا حذفه. بخش هایی رو ما فقط در سطح فرهنگی داریم، یعنی مثلا روزنامه هایی که بر اساس جمع کردن رپورتاج ها میتونن خودشون رو مدیریت بکنن، تا حدی میتونن مثلا چند صفحه رو، یه صفحه، دو صفحه یا تیتری به زبان کردی بزنن. تلویزیون طبعا در اختیار خود نهاد تلویزیون و اون آپاراتوس جمهوری اسلامی هست و در واقع حتی اگر زبان کردی هم استفاده میکنه، در راستای منافع خودشون دارن ازش استفاده میکنن. انجمن‌های فرهنگی رو ما داریم و کلاس‌های زبان کردی که به شکل مستقل هستن. اینها عموماً در ایران در لااقل در چند سال اخیر
یا بسته شدن یا اینقدر تضعیف شدن که در حال تعلیق قرار دارن. یعنی مهمترین هاشون که در کردستان کار میکردن، دوستان ما مثلا در سالهای گذشته بالغ بر 20,000 نفر رو به حال به شکل داوطلبانه آموزش داده بودن، الان اون رو بستن و مدارسی که شکل گرفته بود پارالل با فارسی که بتونن مثلا دو واحد زبان کردی رو به بچه ها یاد بدن، این رو هم کلا جمع کردن. در نتیجه ما مثلا در حتی بچه های ما در رشته زبان ادبیات کردی موقع فارغ التحصیل میشن هیچ شغلی ندارن، یعنی نه در صدا و سیما، نه در مثلا ادارات ثبت، نه در وزارت خونه، هیچ جایی نیست که اگه دفترچه کار در ایران نگاه بکنید کلی شغل برای کلی افراد و صنف های مختلف هست، ولی هیچ شغلی به شکل رسمی برای رشته زبان ادبیات کردی اصلا وجود نداره متاسفانه. حالا برسیم به پروسه حذفش. ما در حوزه حذف 4 درجه داریم حداقل. یکیش اصل خود حذفه، یکیش به حاشیه رانیه، هنوز حذف نشده ولی میندازیمش حاشیه، یکیش بی توجهی، یکیش هم یله سازی، رها سازی. حالا یه وقتی هست یه نوعی از زبان یا فرهنگ خودش مردمش بهش بی توجهن، سیستم هم میاد یله میکنه، خود به خود دیگه میره که رفته بشه. یه وقتی هست که مردم توجه ندارن، دولت هم توجه نمیکنه تا یواش یواش بر اثر بیتوجهی به یله گیر رسیده باشه و اون هم بره. یه وقتی هست نه، مردم توجه دارن و میخوان، دولت سعی میکنه از اون توجه در بیاره، به حاشیه برونه. و یه وقتی هم هست که مردم مقاومت میکنن در برابرش و اون رو میخوان و دولت سعی در حذفش میکنه، یعنی از گفتمان رسمی، گفتمان دولتی، گفتمان فرهنگی رو حذف میکنه. واقعیت اینه که ما با طیفی از رفتارهای سیستماتیک علیه زبان کردی و زبانهای ایرانی در ایران روبرو هستیم که بین این حذف به حاشیه‌رانی، بیتوجهی یا یلگی یا یلسازی هر کدوم در حال اجرا هستن. مثلا در استان کردستان که توجه بیشتری به زبان کردی میشه و مردم مقاومت دارن، پروسه حذف در اولویت قرار داره، ولی در مثلا شهرهای جنوبی ایلام یا در مثلا ارومیه که این رنگ کمتره، در واقع به حاشیه‌رانی بیشتر داره خودشون نشون میده، یا اینکه دولت به شکل سیستماتیک تلاش داره که مانع از ایجاد رابطه سیستماتیک بین گروه‌های قسمت‌های جنوبی و شمالی با حوزه مرکز بشه. مثلا میگم یک مجری تلویزیون ایلام که از طریق تلویزیون خودشون یعنی با مرکز مهابات صحبت کرده، یه ذره کردی میانی صحبت کرده، کردی جنوبی صحبت نکرده، توبیخ شده برای مدت‌ها، این رو آوردن و بردن که تو چرا مثلا کردی ایلام هستی، چرا به اون شکل از کردی صحبت کردی، از ترس این که این حلقه کردی شکل نگرفته که شکل گرفته. و ما به نسبت مثلا سالهای 60 و 70 حجم عمده ای از مقاومت مثلا در حوزه زبان کردی در کل کردستان ایران داریم میبینیم. اینو که اضافه بکنم و این بحث رو اینجا ببندم، اینکه ما آگاهیمون به زبان مادری داره بیشتر و بیشتر میشه و حاکمیت ترسش از اینه که این آگاهی از زبان مادری منجر به آگاهی هویتی بیشتر بشه و منجر به در واقع اون چیزی که خودشون بهش میگن تجزیه، اون چیزی که ما بهش میگیم بیداری فرهنگی بشه. در واقع الان اونا تمام سعیشون اینه که در بدترین حالت زبان کردی رو به عنوان زبان فرهنگی حفظ کنن، ولی اجازه ورودش به صحن رسمی رو نده. خب اینجا اون درگیری پیش میاد که بحث زبان مادری و آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری که جفتش فعلا در سیستم ممنوعه و خب تابو در موردش صحبت کردن، و اینکه به شکل محدود فقط در سطح عالی در دانشگاه برای اینکه رسوخ نکنه به سطوح پایین‌تر فقط نگه داشته شده، اونم در سطح لیسانس.
در مورد مسئله خودمختاری یا خودآینی کردها به ما بگید. چقدر این مسئله خواسته کنونی کردهاست و آیا راهکار عملی دارن برای رسیدن به خودمختاری یا صرفا این موضوع داره الان فقط به عنوان خواسته مطرح میشه اگر مطرح میشه؟ خب این موضوع خودمختاری یک موضوع چالشی کلا. دلیل چالشی بودنش هم اینه که ما یه سنت حکمرانی در ایران داشتیم به شکل تاریخی در جغرافیایی که ما امروز بهش میگیم ایران، و اون نوعی از حاکمیت ملوک و طوایفی بوده، یعنی که یه مرکزیتی بوده، مثلا مثل خود قاجارها پادشاهی حضور داشته، ولی هر یک از مناطق مختلف که بزرگ هم بودن اینا خودشون حکومت میکردن، قوانین خودشون داشتن، ولی موقعی که جنگ میشد یا مثلا مالیاتی بود اونو میدادن به دستگاه پادشاهی. این فرم همون فرمی بود که اکثر مناطق ایران، مثلا مثل سیستان، مثل کرمان، مثل کرمانشاه که استان پنجم بود، یا در واقع مناطق کردنشین، حوزه آذربایجان، حوزه طبرستان و مازندران، اینها احساس نوعی از توانایی تعیین سرنوشت خودشون رو داشتن، در عین اینکه در یک آلیانس یا در واقع یک اتحاد بزرگتر هم مشارکت میکردن زیر نام یک پادشاهی. ما در دوره مدرن، از دوره‌ای که ملت دولت ها شکل میگیرن، اسمش با خودش ملت هایی که دولت خودشون رو دیگه دارن، ما اومدیم برای کل این مجموعه ملل یک دولت واحد در نظر گرفتیم و از اون حق تعیین سرنوشتشون، از اون قدرت داخلی حقوقیشون، از اینا همه منعشون کردیم. خب ما دیدیم تو دوره مثلا پیش از تو دوره پهلوی اول یا قبل از اونها حرکاتی بود، و خب جمهوری کردستان شکل گرفت، از اون بر در واقع جمهوری آذربایجان رو داشتیم که اینا به عنوان فرقه میشناسنشون، فرقه آذربایجان و کردستان، و این درد بعد از زایمان جدید جهان، این نظم کنونی که درد بعد از نیشن استیت یا ملت دولت هست، همواره همراه ما بوده. اما واقعیت اینه که اونقدر که من میفهمم، احزاب کرد به شکل سیاسی در حذف رژیم قبلی مشارکت کردن، اگرچه توی همون دوره هم باهاش می جنگیدن، ولی نه برای تجزیه و نه برای جدا شدن، بلکه برای ایجاد دموکراسی در ایران از یک سو، و برای به دست آوردن حق تعیین سرنوشت یا همون خودمختاری، یا چیزی که کردی بهش میگن خوبری و برایتی، یعنی خودمدیریتی، چیزی شبیه به همین آلمان یا مثلا ایالات متحده، البته کمتر از اون حتی، و این رو ترجمه کردن به خودمختاری. خودمختار به معنای اینکه ما از کشور بریم بیرون و مملکت رو ببریم یک کشور بسازیم نبوده، به معنای این بوده که در ساختار سیاسی موجود ما بتونیم در حد و حدودی که مثلا برای کشورهای فدرالی بیشتر توصیه شده و اجرا میشه، بتونن به حق و حقوقی برسن، مثلا زبان کلی تدریس بشه، بتونن قوانین خودشون رو داشته باشن تو اون جغرافیا، ولیکن کج فهمی در مورد خودمختاری طوری بود که اینا فکر میکردن میخوان اینا تجزیه بشن، و در واقع با لیبل زنی یا با در واقع انگ تجزیه طلبی اینها رو کلن از صحن سیاسی بیرون کرد. از صحن سیاسی که بیرون شدن، اینا رو بیرون ترور کردن، و در واقع بین مردم کردن، مردم ایران، در واقع در نگیم مردم، چون با هم البته ما همیشه در تعامل بودیم، بین الیتی که نمایندگی میکرد مردم کرد را و حاکمیتی که در ایران مستقر شده بود، شکاف آنقدر شد که عملا گفتگوها به نتیجه نرسید و تمام شد و تبدیل شد به نوعی از دفاع برای کردها و حمله های بیامانی که ایران هر از گاهی کرده، و تحت نام دفاع هم این کار رو میکنه، میگه که مثلا در ایران اینا حضور دارن، ضد انقلاب هستن، در صورتی که اینا ضد انقلاب نبودن از همون روز اول، هم اینا ضد
مرکزیت کامل و به حاشیه‌رانی خودشون بودن، میگفتن خب ما هم یه سهمی از این قدرت باید داشته باشیم دیگه، ندادن. من فکر میکنم که رابطه مستقیمی هست از منظر علوم طبیعی، هم همین میگن، میگن هر جایی که قدرت هست نیروی مقاومت خودش رو با خودش داره، این طبیعی، قانون طبیعت. هر جا هم که قدرت در صحن سیاسی و در جامعه متمرکز شد، نیروی برابر خودش رو در برابر خودش میساز. اینه که نیروی مقاومت، البته اینا بگم که هسته داره و طیف هم داره، یعنی در میان کردها الان طیف هایی هستن در راست افراطی که اینها کمتر از استقلال قبول نمی کنن. دارن افرادی که در ساختار سیاسی و رسمی ایران حاضرن که بمونن و اینا فکر میکنم این طیف بزرگترشه، و طیف دیگرش اونایی هم که با همین ساختار و با همین وضعیت ظالمانه ای که هست هم کنار میان و جاستیفای میکنن، یعنی میگن خب حالا ما نمیتونیم، حالا چرا وضع بدتر بشه، حالا امریکا هست، حالا روسیه چی کارمون میکنه، و تن میدن به وضعیتی که تالیش یا در واقع اون چیزی که در بعد از اون خواهد اومد، حذف زبان کردیه، حذف اقلیت ها هست و باز تولید نوعی از نظام نرینه سالاریه که خب میبینیم دنیای غرب چقدر باهاش اختلاف داره و مردم هم چقدر باهاش فاصله فرهنگی احساس میکنه. اینه که به حال این طیف حضور داره، ولی به میزانی که قدرت در ایران داره سعی میکنه متمرکز تر بشه، از حجم اون آخری هایی که خاکستری بودن و حجم اونهایی که خودمختاری رو در ساختار سیاسی ایران دارن تعریف میکنن داره کمتر میشه و به سمت اونهایی که استقلال طلبی رو نمایندگی میکنن داره بیشتر میشه. من فکر میکنم این در واقع باعث و بانیش خود مردم نیستن، تمرکز کامل قدرته، با حاشیه‌رانی این استانها و این فرهنگ و زبان هاست. الان شما اگر نگاه بکنید در ایران فقط مناطق مرکزی عموما توسعه اندکی پیدا کردن، تمام حواشی منهای فقط مناطق شمالی به دلیل گردشگری عموما عقب مانده هستن، یعنی عقب نگه داشته شده هستن به شکل سیستماتیک، و توسعه اون مناطق نه توسعه فرهنگی انسانی و توسعه پایدار، بلکه نوعی از توسعه آمرانه مبتنی بر یا در واقع در بستر امنیتی. یعنی مثلا بزرگترین پروژه های مناطق غرب کشور دست سپاهه، حتی پروژه های به قول خودشون چی بهش میگن، یه پروژه اسمی دارن تحت یه نام جالب هم داره که من باشون برخورد کردم متاسفانه الان یادم نیست، ولی پروژه های محرومیت زدایی یا فقر زدایی از روستاها و اماکن فقیر نشینشون هم اینها رو به مثلا نهادهای دولتی نمیدن، اینها رو با سپاه برای خودش داره. و جالب اینه که بدونید سپاه یه معاونت دارن مثلا مثل معاونت پژوهشی، مثلا یک دستگاه دفاعی کشور یک معاونت پژوهشی داره که میاد در حوزه علوم انسانی و حوزه شهرسازی و سدسازی و چه میدونم ده ها حوزه دیگه که اینها صحن فعالیت دولت هست داره کار میکنه و همه رقبا رو هم بیرون میکنه و میخواد آمرانه اون چیزی که خودش میخواد رو اجرا بکنه. و این مسئله ایه که جامعه باسواد، جامعه تشکیلاتی، جامعه با سابقه کردستان اینو بر نمیتابه و به نوعی سیستم سعی سیستماتیک در تحقیر این وضعیت داره. اما ما داریم میبینیم مهمترین تشکیلات محیط زیستی کشور که غیر دولتی مردمیه در کردستان داره کار میکنه، همین انجمن سبز و چیا در تمام ایران داره فعالیت میکنه، شهید داده، کلی از نیروهاشو از دست داده، سوختن، قطع عضو داشتن، کلی تونسته خدمت بکنه به محیط زیست در ایران، ولی در واقع بدون اینکه پشتیبانی دولتی داشته باشه. یا در واقع در حوزه زنان
مهمترین تشکیلات زنانه در کردستان داره کار میکنه که مرتب دارن بازداشتشون میکنن، مرتب دارن تنبیه میشن. و در حوزه های فرهنگی به همین شکل بدون هیچ گونه حمایت دولتی این اتفاقات میفته و این در واقع تمام سعی صلح طلبانه مردم کردستان برای نشون دادن یه چیز خیلی خیلی ساده است که ما هم انسانیم و بر اساس تمام اون چارچوبایی که حاکمیت داره میگه برابریم، چون اونا میگن ما مسلمانیم. و بعد در این ساختار دولتی که انسان محوره و شما دارید مدیریتش میکنید، ما هم میتونیم باشیم. مایی که مثلا اهل سنت هستیم ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، حق اینکه رئیس جمهور بشیم رو نداریم. یعنی قانون سیستماتیک علیه ما هست. ما در تهران یک مسجد اهل سنت نداریم که اونجا نمازمون رو بخونیم، ولی شما در خود استان کردستان و در دانشگاه کردستان روزی تا غروب 5-6 بار بیشتر اذان رو پخش میکنید، اذان تشیع رو، و مساجد دارید و مهدیه و در اعیاد و جشن ها شکلات پخش میکنید، وسط شهر رو کامل میبندید، آذین بندی میکنید، یا شهر رو کامل سیاه میکنید، در صورتی که میدونید که شهر سنندج یا مهاباد اینها اهل سنت، یعنی بیشتر جمعیتشون اهل سنت هن. این در واقع تحمیل خاص حاکمیت بر مردمیه که میخوان بر صرف نوشت خودشون حاکم بشن. و من فکر میکنم که بد فهمیدیم خودمختاری رو، یک، و دو، این کشفهمی داره مردم رو بیشتر سوق میده به سمت این که نه حاکمیت و نه روشنفکرهای ایران هیچ میلی به گفتگو با حاشیه ندارن. در نتیجه حاشیه بهتره که خودش دستش روی کلاه خودش بگیره و به فکر خودش بشه. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما در رادیو زمانه دادید.